гузоришҳои таҳлилӣ, гуногунии афкор, қаҳрамонҳо ва шаҳрикоршиносон. Иттилои воқеӣ ва муҳтамад дар барномаи дар маркази таваҷҷӯҳ. Салом алейкум. Фарзона Абдулқайс ҳастам бо шумо. Барномаи мазкур бо дастгирии сутуни нигоҳи ҷанг ва сулҳи Бритониё омода шудааст. Давоми чанд дақиқае ки дар ихтиёр дорем, дар бораи муҳимтарин масъалаи рӯз суҳбат хоҳем кард. марг و میری مادر و کودک در تاجیکستان همان و مسئله حل طلب و یکی از مشکل اساسی بخش تندرستی محسوب می‌گردد. در حال حاضر حفظ سلامتی مادران و نوزادان به طور کافی و خوب به راه مانده نشده است. سبب مرگ و میری مادر و کودک را به وضع اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان ربط می‌دهند. اما این هم یگانه مشکل نیست. قمری احرار از ولایت سوخت گزارش می‌دهد. ریاست تندرستی ولایت سغد از فوت 10 زن در زایشگاه ها خبر می دهد که علت مرگ این تعداد زنان خروج بیماری ها در زمان حامله‌داری گفته می شود. این شمار زن ها عمدتاً در شرایط روستاجای ها حیات بسر می بردند. اندیر اکمل خواجه و مسئول شعبه خدمت رسانی مادر و کودک در ریاست تندرستی ولایت سغد در این باره می گوید. در 6 ماه اول سال 2015 در ولایت 10 حادثه فوت مادران به قید گرفته شده است. اگر که ما ترتیب фавти модарои дар 6 маи соли 2015 бинем 60% занҳои фавтида аз бемориҳои ғайригенитали фавтидан ин бемориҳои гурда, бемориҳои дил, бемориҳои дилу ракҳо, ҷоғар, диабети қан, бемории сил ва дигар узвҳои бадан. Дар дуюм ҷо ин хунравии акушерӣ 20% ду ҳодиса ва дигар сабабҳо ин саюм ҷое ташкил доданд. در یک سال پیش ریاست تندرستی ولایت سغد برای اولین بار رویخط یگانه الکترونی زنان حامله در قلمرو این ولایت را تشکیل نمود. آن زمان مسئولین این نهاد می گفتند تشکیل رویخط یگانه الکترونی امکان خواهد داد تا وضع صحتی زنان حامله تحت مراقبت دائمی دختران قرار گرفته و در وقت لازم هر کدام از آنها با دوا و مواد طبی تامین کرده خواهند شد. رویخط الکترونی ضمناً هم فعال است، اما حادثه های مرگ و میر زنان کم نمی شوند. در شرایط رشدی مهاجرت مردها همه کار و بار زندگی بر دوش زنها عمدتاً در روستاهای تاجیکستان واگذار باقی میمانند و زنان حامله هم که اجرای کارهای سنگین خانه و بازار و صحرا را به دوره استراحت حامله داری عوض میکنند، این حال به کاهش سلامتی آنها و هم طفلی که آنها در بطن میپرورند به تاثیر نمیماند. شایره ترسون و یک ساکن شهری خوجند از مشاهده های خود چنین نقل میکند. من میدونم مثال های رو یک زن وقتی حامله داری در арабаи хар араба мегӯянд дар замин кор мекард. Вақте барои таваллудаш як ҳафта монда буд ва барои ду кӯдаки ноболиғ дошт. Шавҳараш ки дар русия буд, барои ҳам кӯдаки ноболиғ на маблағ кор мекунам, шароит муҳайё месозам. Гуфту ба мо хар араба дар роҳи равон мошина заду зан фавтид. Бинед дар муҳлате ки як ҳафта монда буд ва духтур бурдан зан фавтид, кӯдакашро ҳам наҷот дода натавонистанд. Ана бинед ҳамин мисол шуда метавонад ки ҳамун мушкилот вай занро вогузор кард ки ба ҳамин کار دست سنف. مشکلات در دهات خیلی زیاد است. سنفبر عزیز و سرطبیبی تولدخانه ولایت سغد میگوید که نارسایی تجهیزات هم یکی دیگر از مشکلی ساحه محسوب می شود. وقتی که مادر نوسالم حالتش وزنین، بعد مو برای صحتی مادر، برای پیشگیری فوتوی مادر و تبوبتی انمون اوریزه هایی که در دوره حامله‌داری پیدا می شوند، مو ولادت رو با روح اندوکسیونی پیش می گیریم که برای انمون نارسایی شوشی نوزاد یک تجهیزاتی که هست نفسی سونه می گن کفایه نیست. انا همون داروی سرفکتنتی که بعدی انامین تیفلونی نوزاد تولد میشن در ما هولو موجود نیست. سببی اساسی فوت بسیار ترش سرفکتن میباشد که هولو انامون شوشی نوزاد برای حیاتی بیرونی مطابقت نمیکند. موضوع مرگ و میری مادر و کودک سالهای آخر در جلسه و نشستهای مسئولین ساحه طب زیاد چرخ میخورد. این موضوع و مسئله باعث به آن هم شده که سال مقدم چند نفر از مسئولین زایشگاه ها در ظاهر نمودن خنوک نظری به وظیفه خود مجازات هم دیدند. نعیمه رحیمبای و جانشین سرطبیب آید به کارهای معالجوی در تولدخانه ولایت سغد علت فوت کودکان را از مهلت زودتر به دنیا آمدن طفل ارزیابی میکند. در 6 ماهه سال 2015 همگی به تولدخانه 3072 نفر تولد کردند که این نسبت 6 ماهه سال گذشته 206 تا زیاد می باشد. اساسا از بین تولد کردگان قریب 70% رو زنهای دیهود تشکیل میکنند. فوت بر محلی نیانتالی این فوت همین نوزادان در
مو 109 نفر رو تشکیل کردم که 89 فویز همین نوزادون رو از دیهود تشکیل میکنن و از بین همین فرد نوزادون 91 فویز رو کودکونی نورسیدن یعنی که زنهایی که بو ولودتی پیش از مولد ورود میشن تشکیل میکنن و از بین اونها 41 فویز رو کودکونی از 500 تا 999 گرم تشکیل میکنن. محبوب سلطان و خادم طب و مسئول تشکیلات جمعیتی نسل در خوجند میگوید کم اطلاعی احالی و رعایه نکردن طرز حیات سالم در میان زنان حامله و سلامتی مادران تاثیر میگذارد. سبب های پیدا شدن همین خل حالات ها به فکر من این بسیار اهمیت دارد. کسلی های که زن ها بطنشون دارند، زن های ما سالم نیستند، افسوس که هم زن ها هم مرد ها مسئله سلامتی خود به اهمیت پس میتیند، برای اونکه معلوماتشون این مسئله به پس است و اهمیت نمیتیان خودشون و لباس فکر میکنن، ماشین نو خریدن فکر میکنن، توی دبدل کردن فکر میکنن، لیکن سلامتی زنانشون، سلامتی خودشون، سلامتی کودکشون به اونقدر اهمیت نمیتیان. در زمان شوروی دولت برای زنان حامله مقررات های بهداشتی برای رعایه طرز حیات سالم را پیش بینی میکرد، اما در محیط امروزه به دلیل وضع نااستوار اقتصادی عائله برخی از زنان حامله با سبب استعمال خوراک های کم غذا و کم خونی و بیماری های دیگر دچار می شوند. از جمله مبلغ گذاری ناکافی سیستم تندرستی، تشخیص سست صفت خدمت رسانی طبی، سطح پست سیستم مانیتورینگ و بهادهی مانع پیشبرد چاره های عمیق در سمت نگهداشت سلامتی مادر و کودک گشتند. قمر احرار، خوجند. سامیانی گرامی، این بود اون همه چیزی که میخواستیم امروز برایتون رسانیم. امیدواریم این وقت بیهوده نگذشت. برنامه مذکور بود از گرین استوتی نیکوسی جنگ و صلح بریتانیا آماده شده است. باش ما بودم من فرزانه عبدالقیس. گزارش و دیگر مواد خواندنی ما رو شما میتوانید چون همیشگی در صفحه اینترنتی www.iwpr.net و www.kabar.asia و اینچنین صفحه ما در فیسبوک iwpr تاجیکستان دسترس نمایید. خیر، و میخوایم در همین وقت روی همین موج و باز هم با شما درباره مهمترین مسائل روز صحبت خواهیم کرد.